با نرگس هورخش از استانبول همراه شدیم. نرگس، دست‌های دیپلماتیک در کار هستن. هاکان فیدان و آنتونی بلینکن با هم صحبت کردن برای اینکه شاید تنش‌های خاورمیانه رو کاهش بدن. در ترکیه بیشتر بگو که مقامات چه کارهایی دارن انجام میدن. خب به نظر میرسه با گمانزنی ها در مورد نزدیک شدن تاریخ حمله ایران به اسرائیل، آمریکایی ها در تلاش هستند که از قدرت ها و کشورهایی که روابط نزدیک با جمهوری اسلامی دارند بخواهند که برای تنش زدایی بیشتر تلاش کنند. در همین راستا هم این چندمین مقام آمریکایی هست که از دولت ترکیه میخواهد با ایرانی ها در این مورد صحبت های خودشان را داشته باشه، از جمله جف فلیک سفیر آمریکا در آنکارا در یک میز گردی که با خبرنگاران داشته به همین مورد اشاره کرده و گفته که آمریکا از مقامات ترکیه و متحدان خودش که در ارتباط نزدیک با جمهوری اسلامی هستند میخواهد که این کشور را ترغیب و متقاعد بکنن برای اینکه به اسرائیل حمله نکنه و در واقع از یک تنش بزرگ در منطقه جلوگیری کنه. او در این مورد هم تاکید کرده که آمریکا و ترکیه هر کاری که لازم باشه برای کاهش تنش در منطقه و احتمال این حمله استفاده خواهند کرد و در حال حاضر تلاش‌های مشترک بین آنکارا و واشنگتن برای تنش زدایی ادامه دارد. میدانیم که آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و همینطور بلینکن هم تماس تلفنی خودشان را داشتند و دقیقا در مورد وضعیت در نوار غزه و نگرانی ها از افزایش تنش و حمله احتمالی ایران بحث و گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده که این گفتگو به درخواست آقای بلینکن انجام شده و ترکیه از جانب خودش بیشتر بر لزوم افزایش فشار بر اسرائیل تاکید کرده، مبنی بر این که به آتش بس در نوار غزه پا بده. و در کنار این ترکیه در این گفتگو از آقای بلینکن و همینطور متحدان غربی اسرائیل خواسته که به اسرائیل فشار بیارن تا از هر گونه اقدامی که ممکن است تنش را در منطقه افزایش بده جلوگیری کنه و بار دیگر بر همان سخنان قبلی خودش آقای هاکان فیدان تاکید کرده که کشته شدن اسماعیل هنیه آن هم از سوی اسرائیل یک گامی بوده مبنی بر این که نشان بده اراده اسرائیل را درباره اینکه آنها خواهان آتش بس و پایان دادن به بحرانی که هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه نیستن و خواهان جنگ و ادامه درگیری در منطقه هستند. همکارم نرگس هورخش از استانبول، ممنونم.